بخش نیرو هست و دوست داریم در بخش نیرو از شما ورزشکاران عزیز ما دعوت کنیم ورزشکارانی که همیشه تلاش میکنن تا قهرمان باشن تلاش میکنن تا بیرق افغانستان را به بلندترین جایش برسانن و افتخار بیارن ما همیشه دوست داریم از شما دعوت داشته باشیم در رابطه با مسابقات تان بشنویم و بعضی از مسائل ورزشی دیگر آقای جاوید رحمانی مهمان است ایشان در بخش پاورلیفتینگ و همچنان در برنامه مردان آهنین تلویزیون یک مقام سیوم را گرفته بودن آمدن تا صحبت کنند از فعالیت هایشان از مسابقاتشان و بالاخره از برنامه ای که در سال 99 دارن خیلی خوش آمدین رحمانی صاحب صبح شما بخیر باشه خواهش میکنم سلام و از عدب دارم خدمت شما خدمت بیننده های شما جاوید رحمانی هستم یک تن از میلی پوشان مردان آهنین با لفتنگ و همچنان رگبی بسیار تشکر رحمانی صاحب بیاین از ابتدایی ترین کارتان برای ما بگوین از کجا آغاز کرده بودین و بالاخره به با اینجا رسیدین چون میخوایم که کسانی که دوست دارن در بخش پاورلیفتینگ کار بکنن و ای مرد آهنین شوند از شما بگیرن انگیزه شد و مرحله به مرحله بفهمن که از کجا باید آغاز بکنن خب مسابقات اولین بار که در افغانستان بنیانگذاری شد تلویزیون یک بود که بنیانگذاری کرد مسابقات مردان آهنین شد. و ما تانستیم در او پروسه از 500 وردشکار که از تمام افغانستان اشتراک کرده بود ما توانستم که مقام سومه در سال 2011 بود مم. که به دست بیارم که تا فیل حال عرصه رشته را بعدش به پاورلفتنگ رو آوردیم که مشابه هم هستن پاورلفتنگ و مردان و انین و بعدش هم توانستیم که در رگبی اشتراک کنیم که فعلا در رگبی هم مسابقات بیرون مرزی هم میرم داخلی هم مسابقه می بله میشه در ورزش رگبی هم کم معلومات بودین چون یک کم بر ما ناشنا آمد که از زبان شما شنیدم بله آه خب گرچه رسانه های دیگه پخش کرده بودن تلویزیون یک یک فیلم گرفته بود از مسابقات روی برف بود که رگبی روی برف در اولین بار با در افغانستان ما توانست مسابقاتش برگزار کنیم خوشبختانه رگبی هفت نفر است و 15 نفر است رگبی در اصل در انگلستان و کشورهای اروپایی زیاد بازی میشه در افغانستان زیادتر به نام توپ خربوزهی یاد میکنن بله دیگه حدود هفت سال است که فدراسیون شجاعت شده در افغانستان بسیار خوب. که ما تیمای بانوان هم داریم و از پسران هم داریم بسیار خوب امکانات چقدر از در این ورزش رگبی ای که شما گفته اینا در افغانستان یا سایر ولایت های ما امکاناتی از به خاطر مسابقات به خاطر تمرین یا خیر خوب نظر به فدراسیون و سایه تلاش فدراسیون است که ماسولین او د استاندکارای همو <applause> فدراسیون چقدر تلاش میکنونه او چقدر امکانات بر ورزشکار معین میسازن پاور لفټینګ او مردان انين خب میشه که در یک کلب اومجی حماي کې در کابل د افغانستان وجود داره میشه که تمرینات خوده ادامه بده ولی رگبی زمینی کار داره زمینی سبزہ کار داره و مشکلاتش بیشتر است چون نه. تیم از تیم افت نفرش 12 نفر می باشه و تیم 15 نفره نفر 21 نفر می باشه به با خاطر مشکلات زیادتر است ولی خوشبختانه فدراسیون رگبی توانسته که در افسال سال دی در آسیا مقام نوم به دست بیاره رگبی افغانستان تیم ملی ما شما بسیار خوب پس بس زمانی که آغاز کردین با در بخش در ورزش پاورلیفتینگ و رگبی و ورزش های دیگر دستاورت های تانه بر ما بگویین از مسابقات تان قصه بکنین چند مسابقه داخلی داشتین و چند مسابقه خارجی خب مسابقات داخلی هم داشتیم تیم ملی برگزار میشه بعدش از هر ولایت مهم. ورزشکار بهترین ورزشکاراش انتخاب میشه به تیم ملی و تیم ملی میره بینون از افغانستان مسابقه میته هم در پاور لفتنگ هم در فعلا مردان آن مسابقه بیرونی ندادیم جو برای تیم ملی افغانستان فقط مسابقه دادیم رگبی هم در 2013 مدال شمو است که ما فکر کنم هم سفیدش است سفیدش بله 2013 فکر کنم که نایب قهرمان غرب آسیا شده بودیم و بعدش هم در فعلا افغانستان تیم ملی رگبیش در تاپ تیمای آسیا قرار داره که ما امروز بهترین تیمای آسیا مسابقه <applause> میتیم یعنی هنگ کنگ و ژاپن و استرالیا و امینا و مسابقات پاورلیفتینگ هم داشتیم که در اندوستان برگزار <applause> شده بود یک مسابقه آسیایی داشتیم که مقام چهارم گرفته بودم در آسیا یک مقام سوم گرفتیم و یک بار دگم در جام سپروتو <تصفيق> 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 در اندوستان باید. که یازده کشور اشتراک کرده بود مقام اول به دست آوردیم و در تیم ملی فعلا در افغانستان در وزن خودم مقام اول دارم بسیار خوب بر رحمانی صاحب در رابطه به دو کپتان هم معلومات بودین خیلی کتا چون وقت ما خیلی کم هست خواهش می کنم یکیش از مقام اولی از پاور لفتنگ است و یکی دیگه شم از مقام تیمی که خودم رگبی دارم به اسم تیم خراسان مقام اولی بسیار تشکر از شما آخرین گفته های شمار میداشته باشیم گفتههای ورزشی داشته باشی پیام کتا هم داشته باشویزون د خدمشما خواهش می کنم پیام همی هست به هموتنهای ما چون همی مرضی که فعلا در افغانستان آمده و وجود داره کرونا کوشش کنند که از اید به دور باشن فعلا یک چند وقت تمرینات خوده در کلپها ادامه نتن چون تجموعی زیاد شوه ویروس کشنده است انشاالله که با دور باشن از کرونا بسیار تشکر شما موفق باشین و بایش. ما شاید کارکرت های ورزشی خوبتان باشیم و قهرمانی های زیاد نصیب شما شد باشین ممنون شاید. شاید. از شما, شما بیننده های عزیز هم تشکری میکنم با ما همراه بودین وقف کوتاه